جنایت جنگ اسد در سوریه، حمله شیمیایی جنایتکارانه به شهر دوما در حومه دمشق، اکثر قربانیان کودکان و زنان هستند. وزارت خارجه آمریکا: گزارش حمله شیمیایی در سوریه هولناک و نگران کننده است. جامعه بین المللی باید فوراً به آن واکنش نشان دهد. فراخوان مقاومت ایران به آزادی فوری صدها تن از جوانان و مجروحان بازداشت شده در اهواز و سایر شهرهای خوزستان. دکتر ولید فارس، مشاور دونالد ترامپ در دوران مبارزات انتخابات ریاست جمهوری، میگه پولی رو که بعد از توافق اتمی به رژیم ایران دادیم برای مردم ایران هزینه نشد، هزینه تروریسم و خریدهای تسلیحاتی شد. تلویزیون فاکس نیوز: اخیراً محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی سخنان شدید و لحنی علیه توافق اتمی اوباما با رژیم ایران ایراد کرد. وی در یک مصاحبه با نشریه آتلانتیک خامنه ای را بدتر از هیتلر دانست. گفت هر دوی آنها افرادی شیطانی هستند. ولی فقیه ایران هیتلر خاورمیانه است. در دهه های 1920 و 1930 هیچ کس هیتلر را به عنوان یک تهدید نمی دید. فقط چند نفر چنین دیدگاهی داشتند تا اینکه اتفاق افتاد. آیا این باعث تعجب شما می شود که او خامنه ای را نشانی گیری کرده است؟ دکتر ولید فارس: اصلاً باعث تعجب نشد. چیزی که مردم آمریکا شاهد آن هستند نوک کوه یخ است. در دوران اوباما جنبشی انتقادی علیه او در میان کشورهای عربی راه افتاد، از جمله در عربستان، مصر، امارات متحده، بحرین، اردن و تونس. آنها سیاست اوباما در قبال رژیم ایران را نمی‌پذیرفتند. با آمدن دولت ترامپ آنها این امکان را یافتند که علناً این مواضع را دنبال کنند. محمد بن سلمان و همچنین سایر رهبران منطقه معتقد هستند توافق هسته‌ای با رژیم ایران باعث شده این رژیم پول و تسلیحات بیشتری به دست بیاورد. شواهد روی زمین نشان می‌دهد که ایران در حال گسترش به عراق، سوریه، لبنان و یمن است و هیچ علامتی از خود نشان نمی‌دهد که دال بر عقب نشینی یا جهتگیری صلح آمیز باشد. وقتی همین رژیم ایران که در حال گسترش خود است میلیاردها دلار پول به دست آورد، این پول را به چه منظوری خرج کردند؟ این پول را برای مدارس یا جاده‌سازی یا هر چیز دیگری که به جامعه مدنی ایران مربوط باشد خرج نکرد. این پول را خرج سلاح کرد. آنها پیشرفته ترین تسلیحات را از روسیه خریداری می کنند، شامل موشک های ضد هوایی دوربرد، همان نوع موشک هایی که نه فقط علیه عربستان سعودی بلکه علیه نیروی دریایی آمریکا هم شلیک شده است. جنرال جکین میگه جنگ ما در سوریه برای مقابله با تجاوزگری اسلام بنیاد گرفت. هر گونه عقب نشینی زودهنگام ما از منطقه، یعنی دادن کنترل آن به روسیه و رژیم ایران و اسد. روز پنجشنبه کاخ سفید بیانیه‌ای در رابطه با آینده ارتش آمریکا در سوریه صادر کرد. در این بیانیه گفته شده است تا زمانی که مأموریت نابودی داعش در سوریه به پایان برسد، ارتش آمریکا در سوریه می‌ماند. ژنرال جکین، معاون سابق ستاد نیروی زمینی ارتش آمریکا و تحلیلگر استراتژیک ارشد فاکس نیوز، به فاکس نیوز می‌گوید این بیانیه می‌گوید ما در آینده قابل پیش‌بینی از سوریه خارج نمی‌شویم. ما کارهای بیشتری با داعش داریم که باید انجام بدهیم. 3000 نیروی داعش بین عراق و سوریه باقی مانده اند
و رهبری آن در جنوب شرقی سوریه در وادی رودخانه فرات مستقر است. ما باید همه آنها را تعیین تکلیف کنیم. همچنین به نظر من ما باید اطمینان حاصل کنیم که به ثبات آن منطقه کمک کنیم. ما با متحدانمان همکاری خواهیم کرد. ولی متحدان ما هم باید سهم خودشان را بپردازند. به نظرم رئیس جمهور در این رابطه کاملا درست میگوید. ما نمیتوانیم همه این صورت حسابها را خودمان به تنهایی بپردازیم. فاکس نیوز. عربستان سعودی قول 4 میلیارد دلار برای بازسازی داده است. درست است؟ جنرال جک کین. بله. ولی هنوز چیزی ندادند. ولی من مطمئن هستم این سهم را میپردازند. Saudis, for instance, promised what, $4 billion toward reconstruction? Not a dime. Not a dime. They've paid. Not a dime yet. No. So he's gonna. I'm confident he's gonna get them to ante up. Fox News. دونالد ترامپ شرکای ما در ناتو را هم قانع کرد که هزینه‌های دفاعی خود را افزایش دهند. جنرال جک کین. بله، کاملا. برای اینکه بینندگان بفهمند چه اتفاقی دارد می‌افتد، ما باید به سوریه، عراق و افغانستان به عنوان دفاع جلویی علیه داعش و اسلام بنیادگرا نگاه کنیم. مشابه دفاعی که ما در مرز جنوبی خودمان به آن دست زده ایم. ما به این شکل از مردم آمریکا دفاع می‌کنیم. با دفاع رو به جلو. آنجا محل رشد و گسترش اسلام بنیادگرا است و هنوز هم وجود دارد. اگر ما آنجا از خودمان دفاع نکنیم، آنها به اینجا خاک آمریکا خواهند آمد. اگر ما پیش از موقع از سوریه بیرون بکشیم، یعنی قبل از اینکه میز را بچینیم، آن وقت این احتمال وجود دارد که داعشی ها برگردند. درست مشابه زمانی که ما در سال 2011 عراق را پیش از موعد ترک کردیم و القاعده برگشت. این آن کاری است که ما نباید انجام دهیم. ما نباید پیروزی هایی که به دست آورده ایم را ضایع کنیم و باعث شویم آنها مجدداً ظهور کنند. اگر ما بیرون بکشیم، سوریه را به روسیه و رژیم ایران و حزب الله واگذار کردیم. پروفسور ایوان ساشاشیهان، مدیر بخش روابط جهانی و امنیت انسانی در دانشگاه بالتیمور آمریکا، طی مقاله‌ای در دیلی کالر میگه تنها راه جلوگیری از وقوع یک جنگ دیگه حمایت از قیام مردم ایران و تغییر رژیم. پروفسور ایوان ساشا شیهان می‌نویسد یک سلسله تظاهرات در ایران رخ داده که ابعاد آن همه شهرهای اصلی را در بر گرفته است. تظاهر کنندگان شعارهایی هم علیه اصلاح طلب و هم اصولگرا دادند و به این ترتیب سرخوردگی خود را علیه آنها و حکومت آخوندها ابراز کردند. آنها فریاد زدند دیگر این ماجرا تمام است. بعد از این تغییرات ورود جان بولتون به کابینه دولت ترامپ این پیام را به رژیم تهران داده است که فعالیت‌های بدخواهانه رژیم ایران علیه منافع آمریکا و رقبای منطقه‌ای یا مخالفان داخلی عواقبی خواهد داشت. جنگ لفظی قوی دولت ترامپ تا به امروز در متوقف ساختن سپاه پاسداران موفق بوده است. آنها مزاحمت برای کشتی‌های آمریکا در خلیج فارس را متوقف ساختند. برای اطمینان هنوز کار زیادی برای مهار فعالیت‌های شرورانه رژیم ایران باقی مانده و برای حساب کردن روی نارضایتی ها در خیابان های ایران اقدامی جسورانه از طرف مقامات آمریکا لازم است. به این منظور باید یک استراتژی تهاجمی اتخاذ کرد که برای این کار بلاشک کسی مناسب تر از جان بولتون نیست. پروفسور ایوان ساشا شیهان می افزاید اپوزیسیون ایران به رهبری شورای ملی مقاومت ایران و بزرگترین نیروی آن مجاهدین خلق به خاطر سازمان دادن قیام آزادی مکررن مورد حمله رژیم ایران است. این مقاومت سازمان یافته صدای مردم ایران را منتقل کرده است. ولی فقیه خامنه ای علناً اذعان کرده قیام سراسری نتیجه تلاش های سازمان یافته مجاهدین خلق ایران است.
سازمانی که تلاش می‌کند قیام را در سال جدید گسترش دهد. در یک سخنرانی به مناسبت نوروز، مریم رجوی رئیس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران به سالی مملو از قیام فراخوان داد، با این هدف که یک حکومت دموکراتیک به جای رژیم آخوندی برقرار شود. با توجه به اعتراضات اخیر علاوه بر ادامه اعتصابات کارگری، رسیدن به این هدف در دسترس است. اما هر گونه کاهش فشار مقامات آمریکا بر رژیم ایران موجب می شود این رژیم فعالیت‌های سرکوبگرانه خود را گسترش دهد. با تعیین سیاست‌های آمریکا برای پایان دادن به حکومت آخوندها، مشاور امنیت ملی می‌تواند از قیام مردم ایران حمایت کند و به تغییر رژیم در تهران پشتیبانی برساند. تنها از این طریق می‌توان از یک جنگ در آینده جلوگیری کرد. برنامه 20 دقیقه رو با گزارش از سایت وزارت خارجه آمریکا ادامه میدیم. این گزارش در مورد پیشرفت سریع استخراج نفت در آمریکاست. ایالات متحده بزرگترین تولید کننده نفت خواهد شد. انتظار می رود آمریکا تا سال 2023 بیش از هر کشور دیگری در دنیا نفت تولید کند و گوی سبقت را از روسیه و عربستان، دو تولید کننده برتر دنیا، برباید. همانطور که این نمودار نشان می دهد، کمتر از 8 سال پیش ایالات متحده به میزان قابل ملاحظه‌ای کمتر از روسیه و عربستان نفت تولید می‌کرد، اما این روند به سرعت در حال تغییر است. در طول 3 سال آینده ایالات متحده قادر خواهد بود 80% رشد تقاضای جهانی را پاسخگو باشد. افزایش تولید انرژی توسط ایالات متحده برای کشورهایی که به دنبال عرضه‌کننده قابل اعتماد برای منابع نفت و گاز در بازارهای آزاد هستند مفید است. بخش اعظم این رشد را می توان به آنچه به عنوان انقلاب آمریکایی شیل خوانده می شود مرتبط دانست. انقلابی که توسط شرکت هایی به وجود آمد که با استفاده از فناوری های جدید نفت و گاز را از میان صخره ها استخراج می کردند. پرزیدنت ترامپ در سال 2017 گفت برای بیش از 40 سال ایالات متحده در برابر دشمنان خارجی که از منابع انرژی به عنوان یک سلاح اقتصادی استفاده می کردند آسیب پذیر بوده است. ما اکنون با کمک نوآوری و فناوری جدید به نقطه اوج یک انقلاب واقعی در زمینه انرژی رسیده ایم. دولت عربستان سعودی با کمک یک شرکت هلدینگ ژاپنی قصد داره بزرگترین نیروگاه خورشیدی جهان با ظرفیت 200 گیگاوات رو بسازه. نیروگاه خورشیدی که قرار است در عربستان سعودی ساخته شود، طی یک قرارداد 200 میلیارد دلاری بین این کشور و سافت بانک ساخته خواهد شد. ظرفیت نهایی این نیروگاه که در سال 2030 به بهره برداری خواهد رسید، بیش از 200 گیگاوات اعلام شده است. سافت بانک یک شرکت هلدینگ ژاپنی است که مرکز آن در توکیو است و در عرصه فناوری‌های مخابراتی، اینترنت، بازرگانی الکترونیک و نظایر اینها فعالیت می‌کند. خبرگزاری بلومبرگ آمریکا گزارش داده نیروگاهی که عربستان قصد ساخت آن را دارد، از نزدیکترین رقیبش 100 برابر بزرگتر است. نیروگاه رقیب عربستان سعودی با 2 گیگاوات ظرفیت در استرالیا قرار دارد که تا سال 2023 تکمیل خواهد شد. در حالی که عربستان قصد استفاده از روش‌های کاربردی در ساخت نیروگاه‌های خورشیدی حرارتی را دارد، رژیم ایران همچنان به نیروگاه‌هایی با ظرفیت پایین که از پنل‌های تولیدکننده الکتریسیته استفاده می‌کنند متکی است. سافت بانک اعلام کرده است این نیروگاه در عربستان بیش از 100 هزار فرصت شغلی جدید ایجاد خواهد کرد. با راه اندازی این نیروگاه خورشیدی ظرفیت تولید برق در عربستان 3 برابر خواهد شد و این کشور از این راه می تواند تا 40 میلیارد دلار صرف جویی کند. در حال حاضر با سرمایه گذاری 9 میلیارد دلاری، یکی از پیشرفته ترین نیروگاه های برق خورشیدی منطقه در مراکش با توان تولید 160 مگاوات برق خورشیدی ساخته شده است. این نیروگاه تا سال 2020 به بیشترین توان خود خواهد رسید و مساحتی در حدود 30 کیلومتر مربع را اشغال می کند.
برخلاف تصور رایج که بهترین روش را در زمینه تولید برق خورشیدی پنل‌های تولید کننده الکتریسیته می‌داند، مؤثرترین راه که در مراکش اجرا شده استفاده از آینه است. مشابه روش مراکش در ابعادی وسیع‌تر و با تکنولوژی بروزتر در عربستان اجرا خواهد شد. استفاده از آینه‌های مقعر در نیروگاهی مانند نیروگاه مراکش به تمرکز نور می‌انجامد که این عامل سبب تولید درجه حرارت بالا می‌شود. و حالا با خبری از فرانسه و احتمال محاکمه عموی بشار اسد دیکتاتور خونریز سوریه، برنامه 20 دقیقه رو ادامه میدیم. ذکرت مصادر قضائیه فرانسه. به گزارش تلویزیون اورینت، مقامات قضایی فرانسه اعلام کردند بعد از نزدیک به 4 سال تحقیق در مورد ثروت‌های رفعت اسد، عموی بشار اسد، این احتمال وجود دارد که محاکمه او را که نزدیک به 10 میلیون یورو ثروت دارد شروع کند. مقام‌های فرانسه تحقیق در مورد ثروت رفعت اسد را در بهار سال 2014 شروع کردند. وکلای دادگاه گفتند دلایلی را در مورد 3 بار دریافت پول توسط او در سال‌های 2008 تا 2010 در اختیار دارند، به شکلی که نمی‌توان آنها را انکار کرد. محققین به اظهارات عبدالحلیم خدام، وزیر خارجه اسبق سوریه در زمان حافظ اسد، پدر بشار اسد، اشاره می‌کنند که گفته است حافظ اسد بعد از کودتای نافرجامی که در سال 1984 علیهش صورت گرفته بود، 300 میلیون دلار را به برادرش رفعت اسد داده است. هنرمندی از کره جنوبی می‌خواهد مخاطبانش را در لندن با هنر کاغذیش غافلگیر کند. ایل هوا کیم، هنرمند اهل کره جنوبی، آثار هنری خود را که تابلوهای کاغذی و در اندازه بزرگ است در نمایشگاهی با نام پورتر لمسی به نمایش گذاشته است. تابلوهای کاغذی این هنرمند از هزاران تومار در هم پیچیده کاغذی تشکیل شده است. ایل هوا کیم برای ساختن تومار از کاغذ دستساز کره‌ای ساخته شده از درخت توت استفاده کرده است. او به هر لوله تومار شده بذر می‌گوید. بذرها در اندازه‌ها و رنگ‌های مختلف هستند و در کنار هم دنیای تصویری جدیدی می‌سازند. این هنرمند اهل کره جنوبی 8 سال است که در زمینه هنرهای کاغذی فعالیت می‌کند و تحصیلات خود را در رشته نقاشی شرقی به پایان رسانده است. او تا به حال در بسیاری از نقاط جهان نمایشگاه برگزار کرده است. لولا دا سیلوا، رئیس جمهور سابق برزیل، خود را تسلیم ماموران پلیس کرد تا دوران 12 ساله زندان خود را آغاز کند. به متهم به فساد است. طرفداران او خیابان‌های اطراف محل استقرار او را احاطه کرده بودند و قسم خورده بودند که اجازه ندهند ماموران لولا دا سیلوا را با خود ببرند. اما وی از شنبه خود را تسلیم پلیس کرد.